رساله دوم یوحنای رسول. از طرف یکی از رهبران کلیسا با آن خاتون برگزیده خدا و فرزندان او که نه تنها من واقعا آنها را دوست دارم، بلکه همه آنانی که حقیقت را میشناسند، زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود. خدای پدر و عیسی مسیح پسر او فیض و سلامتی به ما عنایت فرماید تا این برکات همیشه در حقیقت و محبت از ما باشد. وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همان طور که پدر ما حکم کرده است مطابق حقیقت زندگی میکنند، خیلی خوشحال شدم. و اکنون ای خاتون، خواهش از تو دارم و آن این است که با یکدیگر محبت داشته باشیم. من حکم نو به تو نمیدهم، بلکه همان حکمی است که از اول شنیدیم. منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم. آن حکم که شما از اول شنیدید این است که باید در محبت زندگی کنید. فریبکاران بسیار به سر تا سر دنیا رفتن، یعنی اشخاصی که قبول نمی کنند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبکار هستند، اینها دجال هستند. متوجه باشید مبادا تمام کارهایی را که ما برای شما کرده ایم باطل سازید. برعکس، ما می خواهیم که شما اجر خود را کاملا دریافت کنید. هر که تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست، بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد، خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم مسیح وفادار هستند، هم خدای پدر را دارند و هم پسر را. اگر کسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد، او را در خانه خود نپذیرید و تا به او خوش آمد هم نگویید. زیرا هر کی به او خوش آمد گوید، در اعمال شریرانه او هم دست شناخته می شود. اگرچه مطالب بسیار هست که باید به شما بنویسم، اما فکر می کنم بهتر است آنها را با قلم و رنگ روی کاغذ نیاورم و به جای آن امیدوارم شما را شخصا ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا همه ما کاملا شاد شویم. فرزندان خواهر برگزیده تو سلام می رسانند.